یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه، نم نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی از دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. چیه؟ پیادشو با هم بریم. کجا؟ جایی که اگه مردی کسی به دادت نرسه. خجالت چیه آخره ول کن؟ اومده بودی پیش این منو خراب کنی؟ آره. من که قبلا رو چشش جا داشتی. جواب منو بده، واسه چی اومده بودی اینجا؟ آقا جون ما حق نداریم راجع به داماد آیندهمون تحقیق کنیم. آقا این تحقیق بود. خفت کنم این تحقیق بود. من از داماد لات بی آبروی عربده که خوشم نمیاد. دیگه مسئله ازدواج من و فرشته به شما هیچ ارتباطی نداره. من با فرشته خانم صحبتامو کردم، قرار مدارم هم گذاشتم. نمیدونی بدون. گذاشتی ما مبارکه. دیگه این طرف هم حق نداری پیدات بشه. نه اینکه تو حق داری، اصلا دیگه راد نمیده. آه لابا تو را میده جای من. نه منم را نمیده، هر دو اون مثل هم هری بابا نه ننده اون مسخرشو در آورده. بذار دامادت بشم، یک پوستی از اون سرت بکنم که دیگه از این به بعد تو کار من موش ندونی نامرد. آقا من میگم نکنه همه این کارو نقشه است. نقشه چی؟ نقشه زمان خانم آقای دشتی برای اینکه ماها رو از این خونه بندازم بیرون. نه بابا بیچارالش خیلی بد بود، یه خود دیگه وایساده بود اونجا زده بود زیر گریه. آقا ما بالاخره نفهمیدیم این برنامه شمال خیلی برنامه مزخرفی بود تو این هیرو بیری. نگاه نکن، نگاه نکن. اول بذارین تکلیفمون روشن بشه، بعد بگین شمال شمال. پشت. پشت پشت. سلام مسعود جان، چیکارم؟ بیا تو خونه. ای کجا رفت؟ آقا بیا بریم ببینیم چی شد. چی شده؟ چرا نمیای تو؟ من دارم میرم. تنهایی؟ با این فضاحتی که این مردی که برای من به بار آورده، دیگه من روم میشه برگردم میشه زمان خانوم؟ تا
چی شده اصلا؟ هیچی. تا فهمید که فرشته حاضر شده با من ازدواج کنه و همه چی جور شده، فوری اومد پیش زمانه خانم زیرا به منو زد که یه وقت خانم نیام برای من خواستگاری. اه؟ به سلامتی فرشته خانم جواب بله رو دادن؟ بله. اخ جونم، مبارک، قربونتو برم. چرا نگفتی؟ ناصر با گیر نده دیگه بابا، میبینی حال روزم چجوریه که حوصله داری تو. اما خب آقا مسعود، اگر که شما واقعا جواب بله رو از فرشته خانم گرفتین، پس چرا اینقدر پکرین؟ بدجوری منو پیش زمان خانم زایم کرد، بدجوری خرابم کرد. مسعود جان نگران نباش، زمان خانم زن مهربونیه، دو روز دیگه همه چی یادش میره. نه بابا، این دفعه دیگه یادش نمیره. تازه اگه اونم یادش بره، من دیگه روم نمیشه به چشاش نگاه کنم. راست میگه واقعا، درستش اینه که بذاره بره. به هر حال مسعود جان، خوبی بدی دیدی ندیدی، نری پشت سرت نگاه نکنی ها. دعوتمون کن بیایم ببینیم، سری بهت بزنیم. یعنی واقعا میخوای بری؟ کجا بره؟ این هر جا بره ما به یادشیم، بذار بره. فقط بچه ببخشید، من روم نمیشه برم تو، میشه یکتون بره خرت و پرتای منو بیاره پایین؟ من خودم میرم. پس قربونت، یه جوری برو که زمان خانم نبینت. خیالت راحتی راحت باشی، اومدم. واحد حالا تو جاییو داری بری؟ بالاخره با فرشته میریم یه گوشه زندگی میکنیم دیگه. شاید هم اصلا رفتیم همون داراباد. مسعود، تو با این همه بلایی که دشتی سرت آورده باز میخوای دومادش بشی؟ من داماد دشتی نمیخوام بشم، میخوام با فرشته ازدواج کنم. مگه باباش میذاره؟ خودش از پس باباش برمیاد. میتونه؟ چرا نمیتونه؟ یه شارلاتانیه که دومیش باباشه. کی؟ دشتی. دشتی و باباش. جان خوشم از میوارا عزیزم تو بلکمی، لنا و بخ جکی هنرا عزیزم تو بلکمی، جان عزیزم تو بلکمی، عزیزم تو بلکمی، لنا و بخ جکی هنرا عزیزم تو بلکمی. چی کار داری میکنی؟ کاری که اصلا فکرشو نمی کردم یه روزی باید بکنیم. مسعود داره میره؟ مگه راهی به غیر از اینم داره؟ اگه روش میشه میتونه بمونه. روش بشه؟ بابا این مسعود رفیق منه، من میشناسمش. اینقدر حساسه که اون سرش نافید. اصلا میدونی چی میگفت خانم؟ میگفت من حاضرم بمیرم ولی چشم تو چشم خانم نیفت. اصلا به هم ریخته، قاطی کرده. بابا این آدم اونجوری نگاهش نکنین، این وحشتناک هم رو خجالتیه. یکم هم نوش نشنس. یکم؟ بابا اینو من میشناسمش، من خودم بزرگش کردم. این به صغیر و کبیرش رحم نمیکنه، شما که دیگه جای خود داری. ولی خیلی ساده است، این یه بچه 3 ساله میمونه. به این قیافش نگاه نکن، اینطوری گندسا قلبش اندازه قلب یه ماهی، اینجوری پریک پریک میزنه. وا، مگه ماهی قلب داره؟ مگه نداره؟ والا اون موقعا که ما مدرسه میرفتیم ماهی قلب نداشت. ولی اگه ماهی هم قلب داشته باشه، این مسعود به خدا نداره. این مسعود چی داره که قلب داشته باشه؟ یه جو انسانیت، یه زبون نرم، هیچی نداره خانم، هیچ. از من موندم این بشر واسه چی زنده است؟ ببین خرت و پرتاشو جمع کن بده بهش، کلیدای خونه رو ازش بگیر. کلیدا رو ازش میگیرم؟ هیچی، قفلای درم عوض میکنم که شما خیالتون راحت راحت باشه. خجالت بکش. عوض نمیکنم، واسه چی عوض بکنم؟ چو تو رو خدا شما زحمت نکشید. وای آقا مسعود خیلی بد شد، اصلا دوست نداشتیم شما از اینجا اینجوری برین. جونه من برین تو که من راحت برم. من اصلا طاقت ندارم ناراحتی شما رو ببینم. آقا مسعود فقط حتما زنگ بزن، آدرس و تلفن تو بده. باشه چشم، فقط خواهشم اینه که مواظب زمان خانم باشی. توف به این زندگی، توف به این وضع، آقا من چه جوری بذارم این بچه بره؟ ناصر جان بالاخره این مسیری که هممون باید یه روز بریم. بله زندگی همینه، روزی ز بستن دل بهر اینان، روزی ز کندن دل ز اینان گذشت. از این بیهوده چرخیدن چه حاصل؟ بیا
پیاده میشم دنیا نگردار. ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. گریه نکنید، گریه نکنید که سفر رسم مردان است. آقا مواظب خودت باش، مواظب خودت باش. ای کاش این زندگی دنده عقب داشت، برمیگشتیم به یه ماه پیش زندگی. آخ مواظب خودت باش مسیح جان. ای خدا، خدا حافظ. ناصر خان کلید ازش گرفتی؟ چشم خانم همین الان ازش میگیرم. اول کلید بده بعد برو بده من ببینم. درست صحبت کن. کلید قبولی کنی بده من کلید چه طرز حرف زدنه؟ اصلا میگه چه طرز حرف زدنه؟ شما چه حرفی داره؟ با هم رفیقا ندارم دوست دارم اینجوری حرف بزنم. من با رفیقم 100 سال سی من با هم چه آدم نامردی که الان وایس بابا جان هستی یا نیستی کاری ندارم بده من الان بابا برو کنار آقا جون وایس ببینم. کلید نمیخوام بهت بدم. بابا چیکار میخوای بکنی؟ من که داشتم الان من کلید سازم خودم. الان موقع رفیقی تو داشتم دست تو من بالا حرف میزنم تو گوششم میزنم. بابا با هات شوخی کرد چه نمیفهمی؟ خود کرد شوخی کرد اینجا هیچ کی حق نداره با من شوخی کنه. کجایی؟ اگه جرأت داری بیا بیرون. کجایی رفته؟ بابا مسعود آقا به خاطر خانم؟ بذارین هر کاری دلش میخواد بکنه. خجالت نکش بگرد. ببخشید خانم دست خودم نبود. من میرم توی کوچه شما بفرستش اونجا من اونجا حالشو بگیرم. کیو؟ شوهر این خانومو. میخوام ببینم شوهر این خانوم اینجا چه کار میکنه؟ خانوم من که میدونم شما قایمش کردین. توفه؟ دست شما درد نکنه خانوم. خجالت نمیکشین؟ سرتون رو همینطور انداختین پایین اومدین تو؟ حالا یه چیزی هم طلبکاری؟ اتفاقا ما اومدیم که نذاریم آقا مسعود بیاد تو. شرمنده خانم من واقعا فکر میکردم که ناصر اینجاست. شوهر من انقدر شعور داره که سرش نندازه همینجوری بیاد خونه مردم. پس حتما خونه خودتون قایم شده. آقا مسعود حالا به هر حال که آقا ناصر مطمئنن اینجا نیستن دیگه. تا بیشتر از این زمان خانم عصبانی نشدن ما بریم. ببخشید دیگه اینجا اینجوری شد. خدافظ. 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 مسعود خان. بله خان. کلیدا. خداحافظ. امیدوارم. بله. آخه از این خداحافظی ها و برگشتن ها خیلی بوده. مطمئن باشید این دفعه دیگه بر نمیگردیم. اگه قرار باشه منم بیام اینجا فرشته خانم راضی نمیشه که اینجا زندگی کنه. با اجازه. انشالله به پای هم پیر بشین. چشم. چیه داشته باش برم اینجا خط. خوب شد. نه بابا کل پول دخلم و اشته برده. شما زنگ نزد؟ نه هیچ خبری نیست. نه بابا دربوم قفل کردن رفته. مادرش هم نیست.
یه وقت اگه به شما زنگ زد تو رو خدا من خبردار کنی. باش خداحافظ. تو اینجا چی کار داری؟ برای بینیم بابا. چیه؟ با فرشته خانم کار دارم. گر تو دیدی سلام ما برسان. برای من فیلم بازی نکن. آقای محترم انقدر ناخون رو اعصابم نکش، من حالم خرابه، آمپرم به چسبه، سکته میکنم، خونم گردن تو رو میگیره. ببین حال من از تو خرابتره، بهت دارم میگم با فرشته خانم کار دارم. کی به شما کار داره؟ نمیدونم کجا رفته، خبر ندارم کجاست. داد نزن، یه کلمه بگو کجا. اگه میدونستم که بهت میگفتم. نمیدونم، ول کن، دست از سرم رو بردار. الو الو خب واقعا تو چه رفته؟ نامه ای چیزی؟ خب این بخون بخون اب نداره. خب دیگه چه کنم؟ باشه اب نداره اب دشتی؟ آقای دشتی چطور؟ چته؟ حالت بده؟ آره؟ ببرمت بیمارستان؟ منو برسون خونه. چشم، بیا بالا. بیا بشین. بیا بشین. بیا. بشین بشین. بشین. دراز بکش. گوشی؟ سلام خانم. سلام. این چی آوردی؟ من میدونستم شما امروز سرحال نیستی و دل دماغ غذا پختن نداری. اتفاقا امروز غذا پختم. خب باشه، این خوشمزه تر. آدمی که عصبی و ناراحته که نمیتونه غذا خوب بپزه. دست درد نکنه، بذار رو میز آشپزخونه. نیلو جان ببخش، یکی از همسایه ها بود برام غذا آورد. آره 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 مادر، نهایتاً تا آخر هفته دیگه پیشتم. خب؟ آره از امروز میرم دنبال بلیط و بقیه کارا. تو از این وش چیزی نمیخوای؟ خب؟ دیگه؟ آها باشه عزیزم، باشه، قربونت برم، خداحافظ. دست درد نکنه مادر. خانم شما داری میرین؟ آره. از دست ما؟ از دست همه. آخه خانم چیه؟ میترسین خونه هاتون از دست بدین؟ نه والا. چرا؟ امروز از صبح همه تون یه چیزی تونه. برو به بقیه بگو دیگه برای من فرق نمیکنه، میخوام بمونن یا برن. من دیگه خسته شدم. برو بهشون بگو میخوام بمونن بمونن، میخوام برن برن. من دیگه حوصله‌ام سر رفته، میخوام زودتر برم اونور. هیچی بدتر از این بلا تکلیفی نیست. با مثل آدم داشتیم زندگیمونو میکردیم، اومدیم اینجا همه چی قاطی پاتی شد. استان خور آقا جان، امروز روز آخره، تکلیفمون مشخص میشه، یا میریم یا میمونیم. بشین نایره جان. چی شد نایره؟ میخواد بره. اینو که خودمون میدونستیم. بله میدونستیم، ولی خیال میکردیم علکی میگه که ما رو بترسونه. پس تکلیف ما چی میشه؟ گفت هر جور دوست داره. اونایی که میخوان بمونن، اونایی هم که میخوان برن. انقدر از ما بعدش اومده که دیگه حوصله جربس کردن هم نداره. خوب شد که این میره، ما اینجا میمونیم با خیال راحت زندگیمونو میکنیم. بچه ها میدونین چیه؟ اون داره به خاطر ما از این خونه میره. انقدر خورد خورد اذیتش کردیم. ما نکردیم. مسعود که بیشتر از همه ما اذیتش کرد.
حالا به هر حال اون به هر دلیلی بخواد از این خونه بره، من که دیگه واقعا دلم نمیاد اینجا بمونم. چرا آخه؟ واسه که هر دفعه جلو در خونش رد میشه بعد از کجالت سرتو بگیری پایین. بابا عیبی نداره که. خب اون دو قدم راه آدم سرش میندازه پایین رد میشه میره. آقا ناصر شما میتونی ولی ما نمیتونیم. شما نمیتونین سرتونو بندازین پایین؟ ای ناصر من میگم یه کاری کنیم خانم نره بمونه، حیفه. چی کار کنی؟ تو میدونی خانم چرا انقدر دست ما دل خوره؟ برای اینکه خیال میکنه ما چارچنگولی چسب بدیم به این خونه، چون فکر میکنه خونهش از خودش بیشتر روست داری. خب مگه نداریم؟ چرا داریم، ولی این کار نامردیه. ما باید بهش ثابت کنیم که ما آدم نامردی نیستیم. باید بهش بفهمونیم که خونه واسه ما مهم نیست، خودش مهمه. من یه فکری کردم، میشه یک کاری کرد که باور کنه. ما باید برای این خونه مستأجر پیدا کنیم، یعنی برای همین خونه‌ای که توش نشستیم. ایوا دیوونه شدی؟ خانم فقط اینجوری باورش میشه که ما تو خط خونه‌هاش نیستیم. آقای داشتی، آقای داشتی پاشیم. اه واسه چی من آوردی اینجا؟ بابا بردم دم در خونتون، هرچی در زدم هیچ کی در وا نکرد، دیگه مجبور شدم بیارم اینجا. چرا من نفهمیدم؟ خواب بودین آقا. خواب کجا؟ بیهوش بودم. آقای داشتی میخواید برم بیمارستانی اورژانسی جایی ها؟ نه فقط برو ببین دختر من کجا رفته، چه خاکی به سرم شده. من نمیدونم چی کار کنم، از کی باید سراغش رو بگیرم، کجا باید برم؟ صادقی، مهندس صادقی. شما آروم باشی، من صداش میکنم، استراحت کنی شما. آقای صادقی، آقای صادقی، مهندس، آقای صادقی، آقای صادقی، آقای صادقی، آقای صادقی، مهندس، مهندس، آقای مهندس صادقی، آقای صادقی کجایی؟ من میدونم کجا، ولی میترسم بگم پس بیفته داشتی. مگه کجا؟ اون ور مرز، ترکیه، بعدش هم میرم پیش فک و فامیلشون اروپا. یعنی فرشته تنهایی پاشتو رفته خارج؟ تنهایی چرا؟ با مادرش با هم رفتن. یعنی چی؟ یعنی زن دشتی هم ولش کرده رفته؟ معلوم بود اینا یه روزی دشتی رو میذارن و میرن، بس که این مرد بدی کرده بهشون. الان کجا؟ شاید بشه برشون گردون. الان دیگه تو هواپیمان رو آسمونا. فامیل داشتی تو؟ نه یعنی قرار بود که باشم، من خواستگار فرشته خانم بودم. از دارم گذاشته سر کار. آخه چجوری ول کرده رفته؟ خود فرشته خانم به من جواب بله داد. دو سال پیش به منم جواب بله داده بود، ولی مثل آب خوردن زد زیر همه چی. آخه واسه چی باید من از سر کار بذاره؟ مگه من چه بدی در رفته اون کردم؟ نمیدونی؟ این خانواده همهشون قاطی دارن، بابایه، مادره، خود دختره، اینم از آخر رقابتشون. یعنی دیگه بر نمیگردن؟ والا اونجوری که اینا دارو ندارشون رو فروختن و گذاشتن و رفتن، معلومه برگشتنی نیستن. ببخشید، خود آقای دشتی از این ماجرا خبر نداره؟ شما که غریبه ای چطوری این همه چیز رو فهمیدین؟ من غریبه نیستم، زن دشتی خالمه. شما این ماجرا رو خودتون بهش بگید. شما ناراحت اون نباش، خودش آروم آروم همه چی رو میفهمه. دخترش یه نامه نوشته، قبل رفتن میدم بخونه، همه چی رو تو اون نامه نوشته. حالش بده، داره سکته میکنه. اون نگران زن و بچهش نیست، حالش واسه چیزایی بده که از ترس مالیات به نام زنه و دختره کرده، اونام همه رو فروختن و گذاشتن و رفتن. قصه داشتی رو نمیخواد بخوری، برو قصه خودت رو بخور که گذاشتنت سر کار. الو، سلام خاله جون، خوبی؟ اینجا خبری نیست، دشتی آروم آروم داره میفهمه چه بلایی سرش اومده.
چی و بنده خدا؟ خانش این یه هفته برگردیم بیاینا؟ یه ماهی قشنگ بمونین چالوس؟ آدم که شد اون موقع برگردین؟ چرا حقش نیست؟ کم عذاب داد بهتون؟ همین کوتاه اومد الان پرروش کرد که بره یه زن دیگه بگیره. میگم بگو چه خاکی سرم شده. خیالتون راحت. تو ویلا همه چی گرفتم براتون گذاشتم. کم و کسری چیزی هم بود سرایدار اونجاست. بهش بگیم براتون میگیره. فرشته بلتونه؟ گوشی رو بهش میدی؟ قربان شما خاله جون. خداحافظ. سلام فرشته خانوم. بابا تو فقط 2 ساعت دست زنتو بگیر پاشو بیا اینجا. وانمود کن که میخوای یه واحد اجاره کنی. فردا میای؟ نه فردا دیره. همین امروز. آقا جان من برات توضیح میدم. تو فقط بیا اینجا یه کاری هم کن که نفهمن ما با هم آشنایی. آره خیلی عادی. یه کاری کن که صابخونه فکر کنه که تو از این واحد خوشت اومده. البته الکی ها، الکی. آره دیگه بابا الکی میاد. پس میای؟ منتظرتم ها. قربان تو خداحافظ. چی شد حسام؟ هیچی دیگه، گفت تا 2-3 ساعت دیگه میاد. آقا جان اینو خوب توجیهش کن، فردا بلند نشه بیاد اینجا واسه ما بشه سر قرار. حسام جان نگفتم کسی از آشناها رو معرفی نکن؟ بفرما هنوز نیامده تو اینا شروع شد. خب حالا شما ببخشید هنگام جان. خیلی خب حالا بلند شیم بریم پیش زمان خانم بگیم مستاجرای جدید میان که خونه رو ببینن. بفرمایید. من برم؟ قول میدم یه جوری بهش بگم که حتما باور کنه. البته فقط قرار شد بهش ثابت بشه که ما اونو به خاطر خونه و آپارتمان نیست که دوستش داریم. ما خودش هم دوست داریم. اینو باید بهش ثابت کنی. خب همین رو میخوام برم ثابت کنم دیگه. سینی بله؟ ببخش خانم شما امروز خونه این یا میریم بیرون؟ یه سری میخواستم برم آژانس هواپیمایی شاید بلیط گیر بیارم. چطور مگه؟ والا ما یعنی هممون زنگ زدیم این ورانو ولی چند تا مستأجر پیدا کردیم. قرار امروز فردا بیان ببینن خونه ها رو. که چی بشه؟ که خب اجاره کنن دیگه. میخوای خودتون لوس کنی؟ نه راستش خانم میدونین چیه؟ بچه ها یه خورده یعنی خیلی کم زیاد نه از شما دلگیر شدن. چرا؟ خب آخه میگن چرا خانم فکر میکنه که ما میخواییم کلا سرش بذاریم و دوستش نداریم و فقط به خاطر خونه هاست که تحویلش میگیریم. مگه غیر از اینه؟ نه یه رجون. نه یعنی نه که غیر از اینه، یعنی غیر از اینیه که شما الان گفتی. من دیگه بعد از این سن و سال اگه نگاه کنم تو چشای یکی میفهمم تو کلش چیه. شماها رو هم خوب شناختم. خب واسه همینه که ما میخوایم از اینجا بریم دیگه. مستاجرای جدید که میان خیلی آدمای خوبی هن، خیلی هم از ما بهتر. خودتون میدونی میخواییم برین برین، به حال من دیگه هیچ فرقی نمیکنه. خدافظ. خدافظ دیگه. خدافظ. سر خوب میخوای خودتو بکشی؟ برو تو وسط اتوبانی رو پلی، نه توی کوچه. اویمو با تو هم. آقا خواهش سبینه ولش کن، چون خودت دعوا رو ننداز. کری نمیشنوی؟ مسعود تو اینجا چی کار میکنی؟ پسر شما خودتو لوس نکن. عوضی گرفتی آقا جون، دلم کن. عوضی گرفتی منم آقا. حمید اینم زنمه، خواهر حسام. خیلی خوب شناختم. تو چته قاطی کردی؟ بدجور. چرا؟ منو گذاشت رفت. کی؟ زنم. تو مگه زن داری؟ داشتم ولی منو گذاشت و رفت. تو چی میگی اصلا؟ اینا چیه دسته؟ زندگیمه.
بده به من بیا سوار شو. ول کن همین چون میخوام برم. ولم کن. ولم کن میخوام برم. بیا میرسونیم تو. نمیخوام بابا جون. ول کن میخوام بیا سوار شو. حرف مفت نزن. گیر نده. ول کن دیگه. بابا بیا سوار شو. بیا بریم میرسونمه. بیا 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 بشین. بیا. سلام علیکم. بشین. رفیقمه. بله شما؟ ببخشید اومدیم خونه رو واسه اجاره ببینیم. چی اینجا رو به شما معرفی کرده؟ یکی از همسایه‌هاتون. بفرمایید تو. بریم تو، بریم تو. رفیقتو چیکار کنی؟ بمونه تو ماشین؟ نه بابا، بیدارش میکنه بره خونه‌اش. چرا این اینجوریه؟ معتاده؟ نه بابا تو هم اعصابش داغونه، حالش خرابه. مسعود، مسعود جان پشت بیا پایین. پشت قربونتم. من واسه چی آوردی اینجا؟ پس کجا میبردمت؟ رسوندم خونه تون دیگه. خونه من اینجاست. آخه خونه من اینجاست. اصلا تو چته؟ حسابی قاطی کردی یا؟ میخوای برسونم دکتری، درمونگای چیزی؟ من از اینجا رفتم. من دیگه اینجا نیستم. اه؟ پس اون واحدی رو که تو تخلیه کردی ما قراره اجاره کنیم نه؟ چی؟ تو برای اجاره کردن واحد من پاشودی اومدی اینجا؟ این نامردا ببین چه نامردی، اینا هنوز نذاشتن یه روز از رفتن من بگذره، مستجر آوردن جای من. خیلی نامردید. چی داری میگی؟ دو کلمه درست حرف بزن ببینم تو چته. هیچی، برو از همونایی بپرس که به تو گفتم بیا اینجا. منش کاملش کن اینو. آره آره خانم، من دیوونم، من روانیم، من قاطیم. ولم کنید همتون، برید برید گمشید. همه تون بی معرفتی دیگه. نمیخوام هیچ کد بتونم. چیه؟ چی میخوای؟ آقا نمیخوام دیگه. به چه دردم میخوره این اسم و بساطی؟ به چه دردم میخوره؟ زندگیم رفت، همه چیزم رفت دیگه. برام هیچ چی مهم نیست دیگه. برام هیچ چی. تنهام بذارید بابا، تنهام بذارید. تنهام تو چتونه؟ چی شده مگه؟ مسعود داره خودشو میکشه. بابا برم کنید دیگه، نمیخوام بیام. لوس نکن. نمیخوام بیام، میخوام برم بمیرم. بیا بریم تو. بیا بمیرم کلیچنده. بابا فعلا زوری داره. بیا فعلا بریم تو. فعلام کن. نمیخوام بیام. دیوونه. بابا نمیخوام بیام دیوونه. شما این طلب کنید. طلب کنید. بابا ولم کنید نمیخوام بیام. ولم کنید بدم میاد. ولم کنید. ببریمش خونه ما. خیلی خوشا واید خودش نبریمش، به خاطر اینکه وقت زمان خانم یه چیزی میگه بدتر حالش بدتر میشه. خیلی خوب میخوام بریمش واید ما. حالا بریم یه جایی میریم. خب بیا با هم کمک کن. بیا بای بفرمی. حالا یعنی واقعا گذاش را؟ واقعا نداره که. من از روز اول گفتم این فرشته خانم این بچه رو سر کارش گذاشته. خیلی نامردن اصلا سهراب جان. دنیای نامردیه، همه نامردن. آره دیگه، این خود شما. مسعود جان باز شروع کردی. این شما نامرد نیستین دیگه. نه هیچ کدوم نامرد نیستین. تا پا ما از این خونه بیرون نذاشتم رفید یه مستجر آوردید. اینه معرفتتون؟ اینه؟ دستتون درد نکنه. مستجر کیه؟ اینا. پس اینا اینجا چیکار میکنن؟ حالا به ما گفتن یه واحد خالی اینجا هست، بیاید ببینید واسه اجاره. بفرما. نه بابا، اینا همش بازی الکیه. یعنی چی الکیه؟ فریبا جان، مگه حمید قضیه رو بهت نگفت؟ حمید چیزی به من نگفته، فقط گفت یه مورد خوب برای اجاره پیدا شده، پاشو بریم ببینیم. همین. یعنی شما واقعا به خانمتون نگفتین که این قضیه جدی نیست؟ اگه راستشو میگفتم که پا نمیشد با من بیاد اینجا. پس تو من گذاشتی سر کار؟ حالا اگه واحد خالی هست و قیمتش هم مناسبه، ما بعدمون نمیاد با شما همسایه بشیم. اصلا ما برای همین اومدیم اینجا. اصلا حرفش هم نزنیم، تمام این واحدا صاحب داره. اصلا شما چی کاره که نظر میدی؟ فریبا جان شما صحبت نکن، ما با خود صاحبخونه صحبت میکنیم. حمید مگه من قضیه رو به تو نگفتم؟ آقا اصلا ما غریبه اومدیم ببینیم واحد خالی هست، اجاره کنیم، به کسی هم ربط نداره.
با اینا صحبت نکن. بریم با خود صاحبخونه صحبت کنیم. من تو رو میکشم با این خواهرت. همیشه بزبر. بفرمید. همینو میخواستین؟ عجب آدم های نامرد این فامیلی شما. بی خود سر ما خراب نکنین. نقشه نیر خانوم بود. من گفتم اینا بیان؟ من گفتم دوتا آدم حسابی ورداریم بیارین، نه اینا رو. نیر خانوم آدم درست حسابی، انقدر عقل تو کلش هست که خودش قاطی بازی احمقانه ماها نکنه. همه تون نامردی بابا، همه تون نامردی بابا. بشین کجا داره میگه؟ یه لحظه بشین الان. بلم کن ناصر، جون من بلم کن. میخواب برم من اصلا آدم نابا، آدم های نامرد نمیتونم زندگی کنم. بلم کن بابا، بشین حالا صحبت میکنیم با هم. بلم کن بابا جون، بلم کن. بلم کن شما که میتونید راحت رفیق پیدا کنید، برید رفیق پیدا کنید بیارید. بابا تو بدون تو به من بده عزیزم، اجازه بده یه لحظه وایس بشین. درست میشه همه؟ نمیخوام نمیخوام، میخوام برم. بعد آدمای نامرد خوشم نمیاد. بله سلام خانم. سلام. ببخشید خانم، کدوم واحده باید ببینی؟ هیچ کدوم. یعنی چی؟ پس واسه چی گفتین که ما بیایم اینجا؟ من گفتم؟ نه، حسامینا گفتن. خب برین از خودشون بپرسین. یعنی شما واحدی برای اجاره نداری؟ قضیه این واحد آقا مسعود چی؟ واحد آقا مسعود مال خود آقا مسعوده. خوش اومدین. مسعود جان. مسعود مادر جواب بده. مسعود مسعود مادر جون وایسا، کارت دارم. بله خانم. بیا یکم پول بهت بدم، برو واسه من چند کیلو گوشت بگیر. ببخشید خانم من کار دارم، اگه میشه به بچه های دیگه بگیم برم بگیرم. دلش کن، اصلا خودم میرم. فقط یادت باشه شام بیای اینجا. کجا؟ پیش ما. به چه مناسبتی؟ میخوام قبل از اینکه همه تو یکی یکی برین یه شب دوره هم باشیم. ببخشید من دل و دماغشو ندارم، شرمنده. خداحافظ. با امید خدا. مبارکه. برو خودتو مسخره کن. مسخره چیه؟ ما این خونه رو اجاره نکردیم. فرمودن خونه مستاجر داره. خالی بسته بابا، واحد خالیه. مگه شما آقا مسعود نیستی؟ چرا؟ خیلی خوب دیگه. گفتن خونه مال آقا مسعوده. پس چی میگفتن که امشب دور هم جمع شیم برای خداحافظی؟ او را خودش بپرس. ببخشید خانم، میخواستم بپرسم که چی بپرسی؟ گوشتش چی باشه؟ کبابی مادر. ایول چشم خانم، بی زحمت در رو یه لحظه باز میکنید؟ دست شما درد نکنه. جان خوش بزنی ورا عزیزم، تو گل کمی لناو بخش کی هنرا عزیزم، تو گل کمی جان عزیزم، تو گل کمی جان عزیزم، تو گل کمی ام کس جان ام کس من زن قربان ام کس ام کس جان ام کس من زن قربان ام کس بیار از ما ام کس جان ام کس من زن قربان ام کس من کس جان ام کس من زن قربان چه چه